سلام میکنم به همه شما بینندگان گرامی. شامگاه پنج شنبه 28 دی 96 مصادف با 18 ژانویه 2018 هست با یه برنامه دیگه از سری برنامه های رویدادها با شما هستیم که انعکاسی هست از اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری در ایران. تا یک میان برنامه کوتاه میبینیم، شما عزیزان فرصت دارید که از طریق شماره تلفنی که در پایین اسکرین میبینید با ما تماس بگیرید، اگر اخبار یا گزارشی دارید برای ما ارسال بکنید. مجبور خواهم دارید بله، با کیان آذر هستیم در استودیوی پخش مستقیم. ساعت حدوداً 20 دقیقه به 10 به وقت اروپای مرکزی و همچنین از 12 نیمه شب گذشته به وقت ایران هست. خب سلام کیان. سلام میکنم به چینین جان، همچنین بینندگان عزیز. امیدوارم همه که حالشون خوب باشه و آماده دیدن و شنیدن اخبار 24 ساعت گذشته و امروز باشه. بله، خب ما سعی میکنیم که به رویدادهای پنج شنبه 28 دی بپردازیم. اگر فرصت شد میتونیم به هر حال به چهار شنبه هم مراجعه داشته باشیم. همونطور که ملاحظه میکنید، اگر روی اسکرین همکارانمون کانال انقلاب زنانه رو هم بیارن، در ابتدا اشاره خواهیم داشت به نامه شهروندی از گیلان در ایران که به سمیعی نوشته و خواهش کرده که تا میتونید این نامه رو دست به دست بچرخونید که به دست خود دکتر سمیعی برسه، که این شهروند از گیلان اعتراض کرده به گفته های سمیعی که گفته بود نباید سیاست رو با پزشکی مخلوط کرد. اما ایشون گفتن که شما از کدوم مردم سخن میگید؟ مردمی که تاوان سیاست های کسانی رو دادن که شما در بهترین بیمارستان آلمان در حال مداواشون هستید. یک مقدار متن طولانی هست، اگر علاقمند باشید میتونید مراجعه بکنید به کانال تلگرام انقلاب زنانه و اونجا ملاحظش بکنید. این شهروند اعتراض کرده به اینکه چرا سران جمهوری اسلامی از کشورهای مثل کشورهای اروپایی و غرب به عنوان بلاد کفر یاد میکنن، اما وقتی خودشون مریض میشن میرن اونجا برای مداوا، و وقتی مردم مریض میشن تشویق میکنن که برن به امامزاده ها و به هر حال یک همچین مراکز مذهبی دخیل ببندن. خب کیان، بریم سراغ خبر بعدی از تو. خبر بعد در رابطه با توماری هست یا پتیشنی هستش که در اینترنت ایجاد شده، خطاب به دولت آلمان هست، به مرکل مشخصا، که خواهان اخراج سفیر جمهوری اسلامی در آلمان به اسم علی ماجدی شده، که تعداد زیادی هم این پتیشن رو تا الان امضا کردن. ما با این مسئله همیشه روبرو بودیم که سران جمهوری اسلامی در خارج از کشور
نباید به اصطلاح توسط دولت‌ها و مجامع بین‌المللی راه داده بشن. و الان هم که به هر ترتیب این فضای اعتراضی از دو سه هفته پیش ایجاد شده، با حضور سران جمهوری اسلامی داره به اصطلاح مواجه میشه با اعتراضات، که به هر ترتیب این هم اقدامی هستش در ادامه به اصطلاح محاکمه شاهرودی الان و جواد ظریف که اومده بود به بلژیک. الان این پتیشن به اصطلاح آماده شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته برای اینکه از این طریق خواهان اخراج سفیر جمهوری اسلامی بشه. بله، البته لینک هم هست، بینندگان میتونن مراجعه بکنن و لینک رو دریافت بکنن. اونجا هم متن فارسی و هم متن آلمانیش هست که میتونید شما عزیزان هم دریافت بکنید. و اما بریم سراغ یک خبر دانشجویی در رابطه با سهیل آقازاده هست که امروز پنجشنبه 28/96 با قید وثیقه آزاد شد. سهیل آقازاده دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران روز 14 دی در منزل خودش بازداشت شده بود و تا روزهای قبل ازش خبری نبود، اما امروز به یمن به هر حال فشار که روی جمهوری اسلامی جامعه ایران گذاشته، سهیل آقازاده آزاد شد که ما این آزادیش رو بهش تبریک میگیم. خبر بعدی در رابطه با علی نوری هست، از بازداشت شدگان اعتراض سراسری که در بند 350 زندان اوین به اصطلاح بوده و به دلایلی که البته دلیلش مشخصا گفتن نامعلومه، ولی خب به هر ترتیب به خاطر فشارهایی که جمهوری اسلامی روی زندانیان سیاسی و بازداشت شده ها میاره، گفتن دچار حمله شدید قلبی شده، به بهداری منتقل شده که از وضعیت علی نوری آخرین به اصطلاح وضعیتش خبری در دست نیست. ابراز نگرانی شده از در رابطه با این فرد که خواستم بهش اشاره بکنم. خب در همین رابطه هم باز خبری هست از فعالین دانشجویی. گفته شده که از وضعیت مجید رحمت آبادی هم اطلاعی وجود در دست نیست. ایشون دانشجوی دانشکده فنی همدان هستن، در تاریخ 11 دی توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشه و به مکان نامعلومی منتقل میشه. تا به الان هم خبری ازش در دست نیست و در شبکه‌های اجتماعی به شدت سر این مسئله که مردم باید تحصن بکنن و تجمع بکنن مقابل بازداشتگاه ها و زندان ها و همچنین تحصن دانشجویان در دانشگاه ها، که این امر میتونه به آزاد شدن و خبردار شدن از وضعیت افرادی که دستگیر شدن، بازداشت شدن، حالا چه دانشجو بودن، چه فعالین بودن، چه در اعتراضات سراسری، کمک بکنه که هرچه زودتر آزاد بشن. نکته بعدی باز هم موج وسیع به اصطلاح شعار نویسی ها و دیوار نویسی ها هست که به اصطلاح هر 24 ساعت که ما اخبار رو به هر ترتیب دنبال میکنیم تعداد زیادی عکس و ویدئو منتشر شده که امشب هم باز به تعدادی از اونها خواهیم رسید. یکی از اینها که خیلی جالب هست دیوار نویسی مرگ بر خامنه ایه که زیرش هم نوشته پاک کنی بازم می نویسیم، که جالب بودید. به هر ترتیب جالب بود و نشون دهنده اون فضای اعتراضی هست که چقدر مردم با روحیه هستن علارغم سرکوب، علارغم به هر ترتیب فضایی که جمهوری اسلامی سعی میکنه ایجاد بکنه مردم رو بترسونه، ولی این چنین عنوان میشه که اگر بیایید دوباره پاک بکنید، چون معمولا روز که میشه میان پاک میکنن هر تعدادی رو که بتونن، گفته اگه پاک بکنید بازم مینویسیم. خیلی جالبه در همین رابطه علارغم این فضای سرکوبی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و نیروهای سرکوبی که چند لایه در کوچه و خیابون مستقر کرده، معترضین تا یه روزنه پیدا میکنن شروع میکنن به دیوار نویسی و همچنین حمله کردن به بنرها و پوسترهای خامنه ای و خمینی و جمهوری اسلامی، که یا آتیش زدن پایگاه‌های بسیج، همینطور که دیشب هم بیلبورد بزرگ خامنه ای رو تو قم آتیش زدن. تصویر که اگر روی اسکرین بیاد مربوط به بلوار حمزه سید و شهدا نزدیک پمپ گاز پارسیان هست که جوونا حمله کردن و بیلبورد خامنه ای رو به فنا دادن. خبر بعد که میخوام بهش بپردازم در رابطه با اطلاعیه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جماران هست. خب ما شاهد یک ریزشی بودیم و این شروع این ریزش هست، جدا شدن به هر ترتیب
افراد مختلفی از توی بدنه سرکوب، از توی نیروی انتظامی بسیج و بخش‌های مختلفی از برترتیب ارگان‌هایی که جمهوری اسلامی به اصطلاح به وجود آورده برای اینکه بتونه سرکوب بکنه، ما شاهد بودیم که تعداد زیادی کارت‌های بسیج آتیش زدن یا به عناوین مختلف مثلا شرکت نمی‌کردن توی سرکوب مردم. این نامه‌ای هستش که همونطور که گفتم به صورت به اصطلاح بخشنامه اومده در رابطه با کسانی که بسیجیانی که غیبت‌های به اصطلاح غیر موجه داشتن و شرکت نکردن، توی این که گفتن اسامیشون رو باید به اصطلاح تهیه بشه برای اینکه باهاشون برخورد بشه. خب بریم سراغ دیوارنویسی ها، که الان دیوارنویسی های جالبی هم داره بیشتر نوشته میشه. یکیش دیوارنویسی انقلاب زنانه هست که همراهان انقلاب زنانه برای ما ارسال کردن، خسته نباشید میگیم بهشون و به دیگر مخاطبینمون و اعضای انقلاب زنان هم این فراخوان رو میدیم که حتما در کوچه و خیابان همین شعارها رو بنویسن، همچنین مطالبات خودشونو. و خیلی جالبه که ما از خیلی قبل گفته بودیم که انقلاب آینده ایران یک انقلاب زنان است و امروز که زنان در ایران به عنوان سمبل مقاومت و سمبل مبارزه علیه ظلم، ستم، نابرابری و بیحقوقی تبدیل شدن، در واقع اثبات کرد که این انقلاب حضور فعالانه زنان رو با خودش به همراه داشته. حالا به این مسئله میرسیم چون که سوالاتی هم مطرح کرده بودن که در انتهای برنامه بهش جواب خواهیم داد. نکته بعدی باز ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه هستش که همونطور توی خبرهای دیروز و پریروز اعلام کردیم که اسماعیل بخشی یکی از به هر ترتیب چهره ها و رهبران کارگران نیشکر هفت تپه که بسیار شجاعانه، رادیکال و کاملا راه رو نشون میده که اعلام میکنه در ادامه مثلا صحبت هایی که ما توی بخش های دیگر جامعه باهاش روبرو بودیم، مثلا جعفر عظیم‌زاده توی مصاحبه و صحبت هایی که کرد اعلام کرده بود که یا بیان پاسخ بدن به هر ترتیب یا برن کنار به اصطلاح کارگران، مردم و بر ترتیب اون چیز 99% یا خودشون بهتر میتونن جامعه رو اداره بکنن. الان توی همین فضای سیاسیه که توی این چند هفته اخیر باهاش روبرو بودیم شاهد این به اصطلاح پیام ها، برخورد ها، صحبت ها هستیم. اسماعیل بخشی هم همین موضع رو داشت پیش می برد توی سخنرانیش که اعلام کرده بود که اولا اون کسانی که منظورش یکی از سران جمهوری اسلامی بود که توی نماز جمعه گفته بود که اینایی که به اصطلاح یارانه می گیرن یه سری به اصطلاح گدا صفت و آشغال هستن و اینا، اعلام کرد که آشغال خود شماها هستید، ما اتفاقا به اصطلاح کسانی هستیم که داریم ثروت‌های جامعه رو تولید می‌کنیم. مثلا در برنامه رویدادها دیشب هم پخش کردیم. آره. همین تیکر رو دقیقاً. نکته‌ای که هست اینه و اعلام کرده بود که ما خودمون میتونیم جامعه رو کنترل بکنیم، کارخانجات رو کنترل بکنیم و نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی اراذل اوباشش شبانه حمله کرده بودن با چاقو و غما به این فرد. نکته ای که هست دوباره اعتراض و اعتصاب که ادامه پیدا کرده، کارگران وسیعا از موضع و از اسماعیل بخشی دفاع و حمایت کردند و به هر ترتیب این اعتراض و اعتصاب ادامه داشته امروز هم. خیلی جالبه، خودش توضیحی میده در رابطه با اینکه غمکش های جمهوری اسلامی چجوری بهش حمله میکنن و در اون متنی که نوشته میگه خودم رو رسوندم به خیابون و وقتی فریاد میزدم مغازه‌دارا و مردم اومدن کمکم کردن. چقدر جالبه که این رهبران، این فعالین، این پیشروان حمایت جامعه رو هم پشت خودشون دارن. به نظرم از این لحاظ هم قابل تأمل هست. و اما بریم سراغ دوباره شعار نویسی مرگ بر خامنه ای که بیشترین مرگ بر خامنه ای به دست زنان اتفاقا نوشته میشه به دلیل اینکه به هر حال توی شعار هم رکورد زده. دقیقاً شعار مرگ بر خامنه ای خیلی توده ای شده. همون توی تصویری هم که نوشته بود پاک کنی دوباره می نویسن، بالاش نوشته بود مرگ بر خامنه ای. و جالبیش اینه که زنان خیلی نقش فعالانه‌ای دارن تو نوشتن این شعارها که در ابتدای برنامه پخش شد ویدیوش، به دلیل اینکه دیگه جامعه اینو میدونه
خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی سمبل بی حقوقی و ستم بر زن هست و کمر به سرنگونی نه تنها جمهوری اسلامی، خود خامنه ای بستن زنان. حالا اگر موافق باشی شعار نویسی بعدی را من بگم. شهری در استان گیلان هست، میدان مرکزی شهر، که اونجا هم نوشته شده مرگ بر خامنه ای. درسته، همونطور که گفتم این روند رو گسترش هست و روند سعودی رو داره طی میکنه. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم در رابطه با به هر ترتیب وضعیت نابسامان بخش عظیمی از مردم توی جامعه ایران هست، اون چیزی که بر ترتیب شکاف طبقاتی، اختلاف طبقاتی هست بین به اقلیت دارا و یک اکثریت ندار، که به هر حال شعری رو برای ما ارسال کردن از حسین پناهی که توی کانال تلگرامی انقلاب زنانه منتشر شده که انعکاس دهنده همین اختلاف طبقاتی هستش و اعتراض به این مسئله. نکته بعد که شاید به یه نوعی به اون طرف این قضیه مربوط باشه، آره ربط داره دارن. آره، مسئله هستش که اعلام شده 6 ماه پیش از بزرگترین قرآن طلا و نقره جهان با حضور جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی هست، رونمایی شد. شما یعنی همون که گفت آیت الله های میلیاردر، اقلیت دارا که در بهترین امکانات، بهترین به اصطلاح خونه ها، بهترین موقعیت رو دارن، و یک اکثریت عظیمی که حتی از ابتدایی ترین به اصطلاح نیازهای روزانه‌شون محروم هستند، و به هر ترتیب این دوتا خبر یه جوری به هم مربوط هست و داره این اختلاف طبقاتی رو نشون میده. خب بریم سراغ یه ویدیوی دیگه ای که همراهانمون برامون ارسال کردن در رابطه با ورزش صبحگاهی دخترای دبیرستانی با آهنگ دوست دارم زندگی رو، که خیلی جالب هست این، و همین یک دونه ویدیو و همین ورزش صبحگاهی با این آهنگ که مثل رقص میمونه توی دبستان دخترانه، نشون میده چقدر جمهوری اسلامی نسل به نسل ضعیف‌تر شده و مردم چقدر پیشروی کردن. زمانی که ما مدرسه میرفتیم، دبستان میرفتیم، حتی اجازه نداشتیم که جوراب رنگی بپوشیم، جورابمون حتما باید مشکی میبود. الان جامعه انقدر پیشروی کرده که ورزش صبحگاهی با آهنگ دوست دارم زندگی رو مثل رقص انجام میشه، که اگر دوست داشته باشین میتونین مراجعه بکنید به کانال تلگرام انقلاب زنانه و این رقص زیبا رو ببینید. البته جدید نیست، ولی چون همراهانمون برای ما ارسال کردن ما در کانال منعکس کردیم. خبر بعدی اما در رابطه با فراخوان انقلاب زنانه به بازخواست جمهوری اسلامی هست. ابراز نگرانی شده از دختر خیابان انقلاب که یکی دو روز قبل از شروع خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد این بودیم که یک زن جوان به اصطلاح حرکتی شجاعانه رو انجام داد که روسری رو به چوب گرفت و با حالت اعتراض نسبت به اجباری بودن حجاب و اینکه بر ترتیب اینو مثل یک بختک میدونه، این کار بسیار سمبولیک مورد توجه بسیاری در ایران و در خارج از ایران قرار گرفت. حتی رسانه‌های بین‌المللی هم به این مسئله خیلی توجه نشون دادن، که به هر ترتیب بازداشت شد این زن شجاع و ابراز نگرانی میشه از بیخبر بودن از وضعیت این عزیز، که انقلاب زنان هم در این رابطه به هر ترتیب فراخوانی داده در به نسبت به این مسئله که اعتراض صورت بگیره و اینکه هر چه زودتر از وضعیتش باید خبردار بشه جامعه و اینکه فوری و بی قید و شرط هم آزاد بشه. بله دقیقاً، امیدواریم که هر چه زودتر این عزیزان به آغوش جامعه برگردن، نه تنها فقط به آغوش خانوادهشون، بلکه اینها قهرمانان جامعه هستن و باید هر چه سریعتر به آغوش جامعه برگردن. و اما بریم سراغ یک خبر کارگری در رابطه با کارگران شهرداری صفادشت، که گفته میشه 4 ماه حقوق 400 کارگر شهرداری صفادشت پرداخت نشده. واقعا این فاجعه است و به نظرم جمهوری اسلامی به زودی باید در دادگاه‌های بین‌المللی و مردمی به خاطر تحمیل فقر و فلاکت به بخش عظیمی از مردم جامعه ایران باید محکوم بشه.
اینجا سه پیام از این کارگران شهرداری داریم که با توجه به اینکه فرصت کمه نمیرسیم همه اونها رو بخونیم توی این برنامه، ولی من یک بخشی از این پیام رو میخونم. یکی از کارگران با دل خون میگه که کارگری که 4 ماه حقوق نگرفته هر روز باید از 1 نفر پول قرض بگیره، روی رد شدن از مقابل سوپرمارکت های محل رو نداره، چرا که اونقدر از سوپرمارکت ها اجناس نسیه خریداری کردیم که باید صبر کنیم حواسش نباشه و یا بسته باشه تا از مقابل مغازش رد بشیم. از برادر، پدر، خواهر، عمو و هر کسی که میشناختیم پول قرض کردیم. اما واقعا وقتی آدم اینها رو میخونه هم حالت بغض و ناراحتی بهش دست میده، هم حالت خشم بهش دست میده. این کارگر میگه پول اصلاح موی سر فرزندان خود برای مدرسه رو نداریم، پول خرید لوازم تحریر پس از گذشت 4 ماه از مدرسه رو نداریم، ما مستمند نیستیم، بیکار نیستیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، چرا باید شخصیت ما برای معوقات حق خودمون زیر پا گذاشته بشه و با التماس از دیگران قرض بکنیم؟ که واقعا این صحبت‌های کارگران به نوعی اعتراض به وضعیت موجود هست که همونطوری که گفتم تعداد بسیار زیادی اومدن اینجا گلایه های خودشون رو نوشتن و اعتراض کردن به وضعیت موجود، که میتونید مراجعه بکنید و تحت عنوان صدای کارگران ما این رو در کانال انقلاب زنانه منعکس کردیم. نکته بعد وضعیت بسیار وخیم زلزله زدگان در کرمانشاه هستش که عکس هایی که منتشر شده که سرمای شدید، برف و بوران اونجا رو فرا گرفته و توی وضعیت بسیار بد در چادرهایی که مناسب این وضعیت نیستن مردم ساکن هستند که ابراز نگرانی شده از وضعیت اونها. بله، بریم سراغ کشتی سانچی. بعد از گذشت چند روز از تجمع اعتراضی که برگزار شده بود، هنوز ویدیوهایی در رابطه با اعتراض به این مسئله منتشر میشه و اما همسران و خانواده های عزیزانی که کشته شدن اعتراض علنی به جمهوری اسلامی کنند. یکی از این ویدیوها رو ما اینجا آماده کردیم که خیلی جالبه، زنانی که سکوت نمی‌کنن و امروز از همه اقشار مختلف جامعه دارن جمهوری اسلامی رو بازخواست می‌کنن. این گزارش کوتاهو می‌بینیم و برمیگردیم اگر تو هم موافق باشی. حتما. حداقل حقم اینه. یک، باید اگر مردن، اگر که من باور ندارم مردن، من جنازه‌شون می‌خوام. قایق نجات کجا؟ قایق نجات تو کشتی؟ من آدم بی اطلاعی نیستم، اینا شاید برای 4 نفر بخوام توضیح بدن که هیچ خبری ندارم، به من ولی کسی نمیتونه بگه. من باید بگونم اون قایق نجات کجا، من باید بگونم این کسی بشه دویه انیمیشنی که بر من ساختم برای شاید بر... کسی که تو عمرش کشتی ندیده همچین انیمیشنی رو قبول کنه، من همچین انیمیشنی رو قبول نمی کنم. کجا اون خدمه اون کشتی کجا؟ چرا مصاحبه نمی کنن؟ اون کشتی چینی کجاست؟ چطور شد 8 روز اون کشتی سوخت؟ اون موج انفجار اولیش اون کشتی رو غرق نه؟ حداقل حقم اینه. یک، باید اگر مردن، اگر که من باور ندارم مردن، من جنازه‌شو میخوام. قایق نجات کجا؟ قایق نجات تو کشتی؟ من آدم بی اطلاعی نیستم، اینا شاید برای 4 نفر بخوام توضیح بدن که هیچ خبری ندارم، به من ولی کسی نمیتونه بگه. من باید بگونم اون قایق نجات کجا، من باید بگونم این کسی بشه دویه انیمیشنی که بر من ساختم برای شاید بر... کسی که تو عمرش کشتی ندیده همچین انیمیشنی رو قبول کنه، من همچین انیمیشنی رو قبول نمی کنم. کجا اون خدمه اون کشتی کجا؟ چرا مصاحبه نمی کنن؟ اون کشتی چینی کجاست؟ چطور شد 8 روز اون کشتی سوخت؟ اون موج انفجار اولیش اون کشتی رو غرق نه؟ حداقل حقم اینه. یک، مشکل فنی که پیش اومد ولی خوشبختانه رفع شد، ادامه میدیم. بله، داشتم اینو میگفتم که این اعتراضات مال باختگان بسیار وسیع هست در شهرهای مختلف. امروز پنجشنبه 28 دی ماه تجمع اعتراضی مال باختگان روبروی مؤسسه کاسپیان بوده، شعبه سعادت آباد، که
شعارهای مختلفی داده شده توی این اعتراض و عاقبت مردم حمله کردن با هر چی دم دستشون بوده، تخم‌مرغ و اینا زدن، جوری که اونها مجبور شدن به تعطیل کنن اونجا رو، و هر ترتیب این اعتراضات داره دوباره اوج میگیره. توی این رابطه خواستم بگم که در کانال تلگرامی انقلاب زنانه هم این ویدئوی مربوط به اعتراض امروز منتشر شده که بینندگان اون میتونن به کانال تلگرامی مراجعه کنن و اونجا ویدئو رو ببینن. البته چندین ویدیو منتشر شده از تجمع مالباختگان، ولی این ویدیو که مالباختگان تخم مرغ پرت میکنن به سمت مؤسسه کاسپیان آماده هست. اگر اتاق فرمان آماده باشن این ویدیو رو هم پخش کنیم. و همچنین شعار مرگ بر دزد میدن و کاسپیان دزدی کرده، دولت حمایت کرده، ویدیوش آماده هست، اگر اتاق فرمان لطف بکنن پخش بکنن. بله میبینیم و برمیگردیم. مرگ بر دزد، 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 مرگ بر دزد. تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپیان 28 دی ماه 1396 مقابل شعبه سعادت آباد. تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپیان 28 دی ماه 1396 مقابل شعبه سعادت آباد. خب ادامه میدیم با باز دوباره خبر و ویدیوهایی که از مناطق زلزله زده میاد بیرون. شهروند، خبرنگارانی که دست افشاگری میزنن واقعا در مناطق زلزله زده چه خبر هست، مردمی که خیلیشون در تنگناهای اقتصادی دارن به سر میبرن، حالا زلزله هم اومده وضعشون بدتر شده و مامورین اداره برق هم اومدن برقشون رو دارن قطع میکنن. این هم ویدیوش آماده است، این رو هم میبینیم و برمیگردیم با ادامه خبرها خواهیم بود. حدود چند دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. ویدیو در رابطه با برق مناطق زلزله زده هست در کرمانشاه که در سرمای شدید برقشون رو قطع میکنن. آی بازار عزیز، زحمت بکش قطع بکن، باید دستور کی قطع کی؟ اداره برق محترم قطع بکن. یدی ظلمه در حق مردم ها، واقعا ظلمه. این کانکتر نوی زندگی که الان دیرون و زور دیرون و زور قطع کن درست هم و زور یک زور دیرون جناب آقای بازدر آقای بازدر مسئوله درست هم چرا آقای بازدر تو های قطع با وسیله ها نیش نشان بیا او وسیله لکل نوی دیر زندگی که تو های قطع بکی بقیه روشن که لگ بقیه قطع کرده بخیر قطع کردن. دی برقی چه قطع کردید؟ آقای بازار دست در میگه. تمام. آقای بازار عزیز زحمت بکش قطع بکن، باید دستور کی قطع کی؟ خب موافقی که هم بریم برای رویداد بعدی؟ بله، امروز سرندج شاهد تجمع مردم بود به چند دلیل. خب جانباختگان و به اصطلاح افرادی که توی اعتراضات توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده بودن، مراسم های خانواده هاشون برگزار کرده بودن توی روزهای گذشته که مامورین امنیتی اجازه نمیدادن که مردم برن ابراز همبستگی کنن، ابراز همدردی بکنن با خانواده های اونها و بر ترتیب اعتراض خودشون رو نسبت به جنایات جمهوری اسلامی نشون بدن. امروز مصادف بود با مثلا دهمین سالگرد کشته شدن ابراهیم لطف اللهی، جوانی که 10 سال پیش توسط جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسید، و همزمان مراسمی برای سارو قهرمانی و کیانوش زندی بود که تحتش تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده لباس شخصی ها تلاش داشتن که جلوی حضور مردم رو بگیرن، که ولی موفق نشدن و مردم اونجا دست به تجمع زدن. نکته دیگه ای هم خواستم اشاره کنم، آره، که باز یک بخشنامه مانندی که درونی بوده و اون رسانه ای شده منتشر شده رو میخواستم بهش اشاره بکنم، در رابطه با به هر ترتیب
نگرانی و ترس جمهوری اسلامی هستش در رابطه با اطلاع رسانی که شهروندان از اینترنت استفاده میکنن و از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام برای اینکه بر ترتیب هم هماهنگی انجام بدن، فعالیت‌هاشون رو برنامه‌ریزی بکنن و هم اطلاع رسانی بکنن، که توی این بخشنامه در رابطه با خطر این مسئله برای جمهوری اسلامی اشاره شده و اینکه چجوری میشه کانال‌های پیام‌رسان داخلی رو که بر ترتیب تحت کنترل و نظارت جمهوری اسلامی هستن، شنود میشه از طریق اونها و کنترل میکنن رو جایگزین کرد با مثلا اپلیکیشن‌های مثل تلگرام. بله، بریم سراغ یه ویدیوی دیگه که برامون ارسال شده، اما فرصت نداریم، انتهای برنامه هستیم تقریبا، شاید در برنامه‌های بعدی پخش بکنیم، ولی یکی از همراهانمون سنور عبداللهی پور از لندن برای ما یه ویدیوی فرستاده، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی اعتراض میکنه. در برنامه‌های بعدی حتما پخشش میکنیم. دیوار نویسی زن مساوی با مرد که این روزها داره تقریبا میشه گفت همه‌گیر میشه، باز برای ما ارسال شده از همراهانمون، خسته نباشید میگیم بهشون و باز هم تشویق میکنیم که حتما باید مطالبات رو بر در و دیوار شهر نوشت، به خاطر اینکه این خودش یه راه تاثیرگذاری هست برای اینکه فشار وارد بشه به جمهوری اسلامی. کیان بریم خبر بعدی و فکر میکنم وقتمون هم رو به پایان هست. خب من اشاره میکنم به بازداشت امجد یوسفی که به اصطلاح در چند روز گذشته در پیرانشهر دستگیر شده و از سرنوشتش فعلا خبری در دست نیست. و یکی هم به اصطلاح در رابطه با تجمع اعتراضی کارگران ایران قوطی مقابل استانداری قزوین هستش که کارگران به خاطر اینکه الان گفتن الان بیش از 6 ماه هستش که حقوق دریافت نکردن و وضعیت بسیار به اصطلاح اسفناکی دارن زندگیشون و همچنین زندگی خودشون و خانوادهشون، دست به اعتراض زده بودن که به هر ترتیب این حدوداً چند روز هم هست این اعتراض ادامه داره. بسیار عالی، میریم سراغ پیام هایی که برای ما ارسال شده. پیام های بسیار زیادی در رابطه با دختر خیابان انقلاب کجاست برای ما ارسال شده، ولی یک شعر بسیار زیبا از سعید جهان، یکی از همراهان انقلاب زنانه، برای ما ارسال شده که در کانال تلگرام انقلاب زنانه درج شده. میتونید برید این شعر رو دریافت بکنید، شعر بسیار خوبی است، در همبستگی با این سمبل مقاومت سعید جهان این شعر رو سروده. و اما بریم سراغ احسان محمدی که یکی از فعالین دانشجویی هست که هنوز ازش خبری نیست و اعتراضات بسیار زیادی رو این بیخبری به همراه داشته. و کیان فرشید تاجمیری هم هست، بله، دانشجوی دانشکده فنی همدان که از وضعیت اون هم ابراز نگرانی شده بعد از دستگیریش. یک خبر دیگه هم از روز گذشته چهارشنبه 27 دی هست، درگیری و تیراندازی مردم، درگیری و تیراندازی اتفاق افتاده در میناب که این درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی بوده که فرصت نداریم ویدیوشو پخش بکنیم و تقریبا تونستیم بیشتر رویدادها رو منعکس کنیم و بپوشونیم. یک مورد هم مشهد هست که دیشب بعد از برنامه رویداد به دستمون رسید، میدان شهدا ساعت 18 که گفته شده بود فضا بسیار امنیتی بود. نکته‌ای که من می‌خواستم در پایان بهش بپردازم یکی سوالاتی بود مبنی بر اینکه خب بینن مخاطبینمون هم در اینترنت و هم در برنامه تلویزیونی که از تلویزیون کانال جدید پخش میشه این رویدادها، برنامه رویدادها رو دیدن، اخباری رو که منتشر کردیم و بیان کردیم رو، و سوال پرسیدن چجوری میتونیم مثلا خبر، عکس، ویدئو که به دستمون میرسه یا تو شهرمون اتفاق میفته رو براتون ارسال بکنیم، که خوبه یه توضیح بدیم که از راه‌های تماسی که در پایین صفحه هست میتونن خیلی ساده اینا رو برای ما ارسال بکنن که ما بتونیم در هم به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی اونا رو منتشر کنیم و هم توی این برنامه ازشون استفاده کنیم و به اصطلاح منعکس کنیم. نکته بعدی در رابطه با شعار نویسی ها بود که تعدادی از مخاطبینمون شعار نویسی کرده بودن، اونا هم فرستادن که باز تشویق میکنیم دیگران هم، دیگر مخاطبینمون و فعالینمون به اصطلاح شعار نویسی کنن، دیوار نویسی کنن، عکس و ویدئو بگیرن ازش و ارسال کنن تا اون رو منعکس کنیم. نکته بعدی اعلام حمایت هست که به صورت عکس و ویدئو حالا از دختر به اصطلاح
انقلاب بهش میگن دیگه، دختر انقلاب داره انجام میگیره، که ما باز هم تشویق میکنیم که حتما این به اصطلاح اعلام همبستگی رو به صورت ویدئویی و با عکس از این فرد و سایر به اصطلاح آزادی خواهان و سایر کسانی که بازداشت شدن انجام بدن، برای ما ارسال بکنن از طریق تلگرام، واتساپ و سایر شبکه‌های اجتماعی که ما در برنامه حتما منعکس خواهیم کرد. بله حتما. بینندگان گرامی، ممنون که تا اینجای برنامه رویدادها با ما بودید. از طریق راه‌های تماس همونطور که کیان هم اعلام کرد، میتونید اخبار، گزارش، رویدادها و هر چی که فکر می‌کنید مناسب هست و میتونیم ما منعکس بکنیم برای ما ارسال